مرگ بر جمهوری اسلامی. سلام میکنم به شما بینندگان عزیز، به شما همراهان انقلاب زن زندگی آزادی. با همراهی شما برنامه همراه این هفته را ارائه میدم. عزیزان بیننده، برنامه این هفته در رابطه با فراخوان‌های بسیار بزرگ، متعدد و گسترده‌ای که در رابطه با نوع اعدام در سراسر جهان داخل و خارج ایران اتفاق افتاد هستش. فراخوان به برگزاری تجمعات اعتراضی و سراسری علیه صدور حکم اعدام‌ها در روزهای 10 و 11 آگوست در سال 2024 به فراخوان 20 تشکل و نهاد دانشجویی داخل کشور و به همین ترتیب همراهی اعتراضات بند زنان زندان اوین با استقبال بسیاری از نهادها و سازمانها و احزاب سیاسی در داخل و خارج کشور روبرو شد. همبستگی و اتحاد علیه اعدام ها، علیه پرونده سازی و پاپوش دوزی های دستگاه امنیتی و قضایی، علیه حکومت اعدامی، علیه صدور حکم اعدام برای دو زن زندانی سیاسی شریفه محمدی و پخشان عزیزی و چند زندانی دیگر، علیه اتهام برق، علیه دو زن زندانی دیگر نسیم سیمیاری و ولیشه مرادی که واقعا داد و دادخواهی تمام مردم ایران و مردم آزادی جهان رو واقعا شروع کرد. در این باره با بابک یزدی دبیر تشکیلات خارجی حزب کمونیست کارگری ایران در این برنامه به گفتگو می نشیم. بابک یزدی، متشکرم از وقتی که ما دادید. با درود به شما نگار عزیز و بینندگان عزیز شما. بابک، تجمعات اعتراضی روزهای 10 و 11 چطور بود؟ استقبال از این فراخوان ها چطور بود و ارزیابی شما رو بشنویم. بله، ببینم که اشاره کردید حدود 28 شهر در 14 کشور در خارج کشور اکسیون های اعتراضی، تظاهرات بزرگ در اشل های مختلف داشتن و نشون دادن یک بار دیگه میشه متحد و یک پارچه در کنار هم بود. ببینید، فراخوان ها خب طبیعتا از داخل شروع شده بود و تشکل دانشجویی داده بودن و بعدش خب تعدادی از اتحادیه های کارگری و دیگر دانشجویان و نهادهای داخل حمایت کردن، در خارج کشور هم در پاسخ به این فراخوان بود که خیلی از جریانات فراخوان بنام. ما مشخصا در کارزار جهانی نهر اعدام، خب خود کارزار بود ولی یک 7-8 جریان هم در کنار کارزار همکاری و هماهنگی و همراهی میکنن، مثل کمیته علیه اعدام، کمیته زندانیان سیاسی، شبکه جهانی که تازه راجع به زندانیان سیاسی شکل گرفته، کانون خاوران، زن زندگی آزادی های مختلف در کشورهای مختلف، اینا یه طرف هم اون باز شبکه جهانی جی ان هستش، جنرال نتورک، که اونم به تقریبا به خانواده های پرواز نزدیک هستن که تو تورنتو مشخصا عاشقان ایران این کارا کردن و اینا همه شعارشون جالب بود که در دفاع از زندگی اومده بودن تو خیابون. یک برنامه خیلی موفقی بود، هم گفتم 28 تا شهر و 14 تا کشور انجام شد و یکی دیگه دوباره یک گام اساسی ما نزدیک شدیم به اون اتحادها و به اون همراهی‌ها، همگامی‌ها، همیاری‌هایی که اوایل انقلاب زن زندگی آزادی داشتیم. به نظر من گام جدیدی هستش که میتونیم در ادامهش در سالگرد انقلاب مهسا که اینا بهتر و محکمتر و متحدتر و بیشتر ادامه بدیم. ممنون از توضیحت. به ما بگو این اعتراضات چه تصویری برای مردم ایران داره و چه اثری بر روند مبارزه علیه اعدام خواهد داشت؟ ببینید، جنبش علیه اعدام یه جنبش جهانی هست. خب خیلی کشورها اعدام ندارن ولی تو ایران اوایل انقلاب هنوز اون قبحش، هنوز اون جان انسان، ببینید تو دوران بردهداری برده ها رو مینداختن به جون همدیگه، اینا همدیگه رو میکشتن، مردم نگاه میکردن، تماشا میکردن. اوایل انقلاب سنگسار مردم میرفتن تماشا میکردن ولی یواش یواش اون جنایت برای مردم یواش یواش باز شد، در رژیم مجبور شد. خب مبارزات داخل و خارج هم ما مجبور کردیم رژیم دیگه این کارو نکنه به دیگران. خود اعدام یه وقتی مردم میرفتن تماشا میکردن ولی الان طوری شده که رژیم از ترسش یواشکی اعدام میکنه. چرا؟ به خاطر که علل عموم مردم اکثرا مخالف اعدام شدن. اون
گرفتن جان یک انسان، اصالت جان انسان، این یواش یواش داره برای مردم مشخص میشه. و خب این مبارزات هم الان میبینیم که جنبشی که تو ایران شکل گرفته از دانشجویان، معلمان، پرستاران، مالباختگان، اخیرا پرستاران در چندین شهر اعتراض دارن، اینا هم معلمان، دانشجویان، کارگران، همه اینا یه جوری خواست لغو اعدام هم جز خواسته هاشون شده. خواسته های صنفیشون دیگه به خواسته های سیاسی و سراسری و عمومی تبدیل شده. و یکی از این خواسته آزادی زندانی سیاسی است. یکی از این خواسته همزمان و همگام با آزادی زندانیان سیاسی، جنبش لغو اعدام داره جون میگیره، رشد میکنه و حتی بخشن متهمین مواد مخدر که اصلا خودشون جرأت نمیکردن یا خجالت میکشیدن، الان رسما خانواده هاشون میان و با کارزار تماس میگیرن و اسم میدن و میگن که باید چیکار کنیم، علیه اعدام کار کرد و مبارزه کرد. این اتحاد و یک پارچگی داره به سمتی میره که جنبش علیه اعدام گام اساسی برداره به جلو. ببینید یه وقتی جنبش علیه حجاب اجباری طوری بود که همه با حجاب بودن، یه ذره روسری میرفت عقب یخش هم میگرفتن، ولی الان رژیم مجبور به عقب نشینی شده. الان چند دو هفته دو سه هفته دیگه نزدیک به سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و سالگرد کشتن مهسا هستیم. مهسا امینی به خاطر بد حجابی یا به خاطر اینکه یه سری روسریش عقب بود کشتنش، ولی الان رژیم دنبال این میگرده که اگر بتونه جامعه به همون زمان برگرده و همون حجاب نصف نیمه هم راضی باشه، به جامعه راضی نمیشه، نصف مردم بی حجاب هم به رژیم کاری نمیتونه بکنه. مسئله اعدام هم رو به همین شکل باید چنان جلو برد که رژیم مجبور به عقب نشینی بکنه و اگر حتی بخواد یک نفر اعدام بکنه 10 بار فکر بکنه و سنگین کنیم براش. هزینه اعدام رو باید برای رژیم سنگین کرد و این دست تک تک جریانات خارج کشور و مردم در داخل کشور رو میرسه. از جریانات خارج از کشور گفتی، فراخوانی داخل کشور داده شد، زندانیان سیاسی در داخل کشور هستند و دست به اعتصاب و اعتراض میزنند، چطور همراهی خارج از کشور رو در این برهه‌ای که هستیم از این فراخوان ها توصیف میکنی؟ آره ببینید، فراخوان همونطور گفتید از داخل کشور اومد، ولی خارج کشور هم مشخصا در پاسخ به این فراخوان بود که اومدن تو خیابون و خیلی متحد و یک پارچه تقریبا به نسبت اختلافات کنار گذاشته شد، تا بودی هماهنگی بیشتر بود، همراهی بیشتر بود. توی خارج کشور خب یه طرف کارزار فراخوان داده بود، همه پاسخ ها پاسخ به داخل بود، ولی کارزار فراخوان داده بود، یه طرف هم خود خانواده مثلا شریفه و کمپین نجات شریفه یا کمپین دفاع از شریفه هم داخل و هم در خارج که خانواده های یا نزدیکان خانواده شریفه بودن فراخوان دادن و این نشون داد که میشه یک دور دیگه اختلافات رو کنار گذاشت، منها رو به ما تبدیل کردی که من، حزب من، گروه من، سازمان من رو اگه بخوایم فکر بکنیم خب تا یه حد محدودی محدود میشه، خیلی محدود میشه، ولی وقتی بگیم ما، انقلاب ما، نمیدونم جنبش ما، حرکت ما، انقلاب مهسا متعلق به همه هست و حول این بتونیم متحد بشیم، منها رو به ما تبدیل کنیم و باید این کارو بکنیم و تا حدودی این را ما حداقل در شهرهای بزرگی مثل استکهلم، فرانکفورت، تورنتو، واشنگتن اینا دیدیم و جای خوشبختی است و میگم که امیدی هستش که ما بتونیم در سالگرد انقلاب مهسا خیلی بهتر و محکمتر بیایم تو خیابون و اون اتحاد و اون همبستگی و اون همراهی که اوایل انقلاب زن زندگی آزادی داشتیم و یه سری به قول گفتنی تحرکات راست افراطی و یه سری نفوذی های خود رژیم که تو این راست افراطی داشتن باعث اختلافات شده و در خارج کشور، حداقل الان دوباره تو خارج داره این اتحاد و همبستگی و همدلی و همراهی نزدیک میشه، نزدیکتر میشه و امیدواریم که در سالگرد چیز بتونیم این کارو بکنیم که یه سری کارا هم در پیش داریم که ما در دستور داریم که این کارو بکنیم که بوده بتونیم بیشتر برسیم، راحت‌تر برسیم. بابکی هستی، ازت این سوال خیلی خیلی مهم رو میخوام بپرسم. از اتحاد کلیه مردم در داخل کشور و همینطور خارج در اوایل انقلاب زن زندگی آزادی گفتی، به معنای واقعی ما همین هفته پیش در
تورنتو وقتی که برای این مهم برای پاسخ مثبت دادن به فراخوان داخل کشور خواستیم در تورنتو به بیرون بیایم به خیابان بیایم، در دو برنامه این اتفاق شکل گرفت. بسیار از شهرها هم پیش اومد که همونطور که اشاره داشتی راست افراطی عملا به قولی سهمش رو جدا کرد از بقیه مردم، جدا فراخوان میدن، جدا وای میستن، اصلا جای دیگه ای میرن بعضی از اوقات. این مسئله رو چطور باید به پیش برد؟ چطور باید این اتحاد رو ایجاد کرد؟ آیا مثلا خود شما در تورنتو دستور عمل خاصی رو در پیش رو دارید در این رابطه؟ ببینید، من خودم تو همین برنامه هم اگر مثلا خود خانواده شریفه چیز نمیکردن، من خود این مشکل مریضی خاصی داشتم یافته که اصلا نمیتونستم، ولی خانواده شریفه با من تماس گرفتن اینجا و گفتن که اجازه پلیس و نمیدونم سان سیستم و محل اینا رو وارد نیستیم، کمک میخوام. گفتیم 100% در خدمتیم، این کارو میکنیم. و ما جا رو گرفته بودیم، بعد متوجه شدیم که عاشقان ایران هم ساعت 6 اونجا رو گرفتن، که خب ما از این عزیزان خواستیم و عقب انداختن یه ساعت که هیچ کانفلیکت نشه. و من به این دوستان گفتم که ما مثل دورهای قبلی اگر خانواده مثلا زیر اعدامی فراخوان نمیداد، ما هم میومدیم همون ساعت 6 کنار شما. این دوستان هم خب رعایت کردن، یه ساعت عقب انداختن برنامه‌شون رو، ولی خیلی بهتر بود که میتونستیم دو تا یکیش بکنیم. این دوستان خب سخنران ندارن یا کم دارن، این ما دو برنامه اون نزدیک 10 نفر سخنران. معذرت میخوام، من مجبورم شما رو قطع کنم اینجا الان. میخواین با این سوزی اینو بگید که این دو گانگی در اثر اون بساط راست افراطی نبود در تورنتو؟ نه اصلا نبوده، خوشبختانه تو برنامه اونا ببینید خواسته ها، شعارا، سخنرانان دوستان عاشقان ایران خیلی خوب بود. من تقریبا، شما خودتون هم اونجا بودید، آقای دهقان صحبت کرد، به صحبت خیلی خوبی در ارتباط با همین اتفاق اتحاد کرد و چرا نمیتونه یکی باشه. دوستمون سینا که دور بعد سخنران بعدی بود گفت من اصلا خبر نداشتم که یه برنامه دیگه بوده، من حتما شرکت میکردم. و خود منم راستش میگم اگر به خاطر خانواده های شریفه نبود برنامه فراخوان نمیدادیم، به دو تا یکیش میکردیم. ولی برای ادامه کاری این باید بشینیم صحبت کنیم با خود خانواده های پرواز، با خود دور عزیزان عاشقان ایران، با افراد و شخصیت هایی که دستن در کارن و حرفشون رو توسط جامعه یا برخی از گروه خونده میشه، که بتونیم متحد و یک پارچه بشیم. ببینید، هدف انقلاب است، هدف آزادی زندانیان سیاسی است، هدف در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی است، هدف اینه که اعدام در ایران بر بیفته. اکثر شعارها یکی هست، این هستش که میشه هماهنگ کرد، همراهی کرد، همدلی کرد و کاری کرد که یک پارچه. میگم شاید پشت پرده باید نشست هایی داشت، صحبت هایی کرد، بحث هایی کرد، اختلافاتی اگه هستش به حداقل رسون. من شخصا به عنوان بابک یزدی و من به عنوان عضو حزب کمونیست کارگری دست هر کس که یک گام در مسیر این انقلاب برمی داره میفشارم و حاضرم 10 گام عقب نشینی کنم که متحدتر و یک پارچه تر بیایم. این سیاست نه تنها حرف شخص منه، حزبم میگه که باید متحد شد، باید همگام شد، همراه شد، به اختلافات خیلی جزئی که این برون بر هست کنار گذاشت و بتونیم متحدتر و یک پارچه تر کار بکنیم. طول میکشه، سخت است، ولی چاره جزئی نیست که ما که همه درد انقلاب داریم، درد زن زندگی آزادی داریم، درد سرنگونی جمهوری اسلامی داریم، دادخواهیم. حالا دادخواه هم فقط یه دادخواه نداریم که دادخواه ها، من شخصا از زمان رژیم سابق که رفیقام جلو چشم من کشته شدن دادخواه اونا هستم، یعنی نزدیک 50 سال تا الان. و این دادخواهی، حالا دادخواهان قتل عام 67 داریم، دادخواهان خاوران را داریم، دادخواهان آوان را داریم، دادخواهان پرواز را داریم، دادخواهان انقلاب زن زندگی را داریم. این مجموعه دادخواهان باید بتونن اگر اختلافاتی هم دارن که دارن پشت پرده حل کنن، ولی رو به بیرون متحد و یک پارچه بیان و بتونن که اون اتحاد و همبستگی و همدلی که اول انقلاب زن زندگی آزادی بود رو دوباره بیارن تو خیابون. این امید میده به داخل کمتر از این اختلافات خوشبختانه و خوب مبارزه میکنن، به خاطری که زیر تیغ رژیم هستن. اینجا چون تیغ رژیم وجود نداره، اختلافات خیلی جزئی و کوچیک باعث میشه که بزرگ و بزرگتر بشه. اینا رو باید تلاش کرد، باید کسانی که دستن در کار هستن. من شخصا همین هفته گذشته ده ها تلفن و صحبت و این بر اون بر داریم بحث میکنیم، صحبت میکنیم که بتونیم به اون چیزی که مد نظر هست برسیم و امیدواریم که برسیم. من امیدوارم راستش، و این امید هستش که بالاخره 40-50 سال ما درگیر دو تا رژیم هستیم و داریم مبارزه میکنیم.
در این رابطه سوال خیلی مهمی ازت دارم بابک. روز 24 آگوست در شهر تورنتو نشستی برگزار میشه، از این نشست برامون بگو. بله ببینید، در راستای اتفاقا همین اتحادی که صحبت کردیم، خب باید از یه طرف هم اتحاد حول انقلاب باشه، ولی حرفها و نظرات و عقاید و گرایشات مختلف هم بالاخره نظراتشون رو بگن. به همین خاطر ایران سولیداریتی در تورنتو یه فراخانی داده حول تابوهای ملی مذهبی و نقشی که بالاخره تفکراتی که در این حول میچرخه. تو این پنل ما 7 سخنران داریم و این 7 سخنران از گرایشات مختلف، تفکرات مختلف هستن، ولی همه میان و نظرشون راجع به این مشخصا تابوهایی که در جامعه وجود داره، گرایشاتی که داره تو جامعه نسبت به تابوها برخورد میکنن. در اصل ما سخنرانانمون، من سری بگم، کاوه شهروز است، وکیل مبرزی که میشناسنش اینجا، ونوس ترابی هستش که دانشجوی دکترا هستش و توی این عرصه کار کرده، خانم محی‌الدین هستن، خانم مردخت هادی هستن، مرداد حریری هستن و حمید ترقایی. 7 نفر سخنران داریم، خود شما هم قرار هستش که مجری اون برنامه باشید و امیدواریم که برنامه خوبی باشه. شنبه آینده است، 24 آگوست، ساعت 2 تا 6 بعد ظهر توی تورن هیل کامیونیتی سنتر. آیا این امکان وجود داره که عزیزان بیننده از داخل ایران به طریق بتونن برنامه رو ببینن؟ برنامه ضبط میشه و بلافاصله حداقل تو چند ساعت بعدش از طریق یوتیوب و توی زوم پخش میشه، ولی در هر صورت برنامه از طریق یوتیوب فرداش هم میتونن ببینن. تلویزیون و کانال جدید هم طبق روال عادی همیشه چندین بار این برنامه رو پخش میکنه. متشکرم از همه توضیحاتت بابک یزدی، دبیر تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری ایران. ممنونم از وقتت. با تشکر از شما. بینندگان عزیز، قسمت بعدی برنامه ما گزارش هایی هست که در رابطه با اکسیون های هفته پیش ما دریافت کردیم. به دیدن این گزارش ها شما رو دعوت می کنم. در همینجا از حضورتون مرخص میشم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش باد. امروز 10 آگوست تجمعی در شهر کاسل آلمان در پاسخ به فراخوان 20 تشکل دانشجویی از ایران برگزار میشه. این اکسیون از در اعتراض به اعدام ها در ایران و علیه احکام اعدام شریفه و بخشیان عزیزی و سایر احکام اعدام و آزادی زندانیان سیاسی با حضور جمعی از فعالین این شهر میدون جنگه. از هر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه دنگه، میدون جنگه، بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه، میدون جنگه، دارا و ندار، از هر قوم و تبار، مثل فشنگ قطار، میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا، فصل اتحاده، مرگ اختلافه، افتخاره، تکه کنم به هم وطن بشم تکه گاهش، شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره، فصل سمزداییه، وسط باز و حزب باد هر تفکری که داری با هر دین و آیین کنارمون بیست سالها کنارت ایستادیم، ما نره خشم هزار بی صداییم، شورشی کمریشه انقلابی داریم، عرب و آشوری، ارمنی، ترکمن، مازنی، سیستانی و بلوچ و تالش و تات و آذری، کرد و گیلک، یور، فارسی، قشقایی، ما اتحاد رودهاییم، دریاییم، ورزشکار و هنرمند، دست فروش تا کاسب، از محصل و معلم، مهندس تا کارگر، میکنیم کرگوش دیکتاتور و با ساز حق، زن زندگی آزادی، میجنگیم تا پای مرگ، شونه به شونه، پا به پا، دیوار دفاعی، باورم به هم بستگی، مثل ایمان الهی، مثل مسخ دین، مثل مجنون، بی باکس، سینه چاکی، میران، تومه مطیع این بیگانه ها نیست، میدون جنگه، از هر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه، میدون جنگه، بیا که بخت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه، میدون جنگه، دارا و ندار، از هر قوم و تبار، مثل فشنگ قطار، میدون جنگه، تیغه شمشیر عشق، شهامت و زین کن و جنس سپر وفا، دستای گره تو دست هم، جهان تو دست ما، دانشجوی قهرمان تا خیابون و رپ فارس، ایران و فروختن، رفیق رفت خونت به باد، وقت تصفیه است، میذاریم جلوشون صورت حساب. Oh.
میدون جنگه خورشید و گرفتن خواب خوش به شب نذاریم براشون نه تلاطمم موج دارم پشتبانم به ایرانه به میلیونه بده کاریم به این خونه آزادی رو آبادی رو بده کاریم و شادی رو واسه دیکتاتور و شغالاش و حامیاش بند و گرفتاری رو میدون جنگه جان ازم پا پس نکش با جنم با هم تهش رو میبینیم چون فتح میکنیم میبینید که جنگی شدیم چه نسلی تولید کردید که ریز و درشش هم زدتن بی باکه تشه یه جور آزادی از زندگی سیرابه شکوه ما اتحاد آیندتون سیاهه شبه میشیم تو شب کابوس میشیم براتون در پس این دوزخ فانوس دیدیم در آن سو دار جلو دارم نیست نه سرکوب و نه قانون نره میکشم و میام گنجوی پر هیاهو میدون جنگه اثر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه میدون جنگه بیا که وقت تاختم تو دل دشمن بدون ترسه میدون جنگه دارا و ندار اثر قوم و تبار مثل فشنگ قطار میدون جنگه تیغه شمشیر اش شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی تو هم دست ظالم هستی تو هم مجرم هستی اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست بدون رأی سفید نداریم بی طرف نداره این جنگ اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن دوری از وطن و دوربینای ما کمسو نیستن یادت باشه کثافتای پشت ابر لو میرن اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین ژورنالیست باز داری مخبر دو سری هنرمند ترمیاری سراخ بش بخر معمور مزور از شورا از دوری اسلامی خواستن سراخ بش بخر حکم اعدام شریف محمدی رو لفت کنن مجازات اعدام پایان دهد شریفه و سایر فرزادان او رو کارگران حقوق بشر و فعالان سیاسی زندانی را آزاد کنند به سرکوب اعدادی های باگری و سنفی پایان دهد ازازان را از دیگر که فعالان کارگری مداخلان حقوق بشری چه بازیکن حکومتی و چه فیلیسی چه بازیگر صادراتی و مادران پاتلاله نیز در بیانیه‌ای مقام فیکسین که روز 17 مرداد منتشر کرده ضمن اشاره به روند اعدام‌ها در 35 سال گذشته و روند رو به رشد مبارزات و خیزشان باشه آزاد که مادر زنده یاد رضا رسایی شبها را چگونه به خیر میدون جنگه اثر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه میدون جنگه بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه میدون جنگه دارا و ندار اثر قوم و تبار مثل فشنگ قطار میدون جنگه تیغه شمشیر عشق شهامت و زین کن و جنس سپر وفا فصل اتحاد مرگ اختلاف افتخاره تکه کنم به هم وطن بشم تکه گاهش شروع خروش و تقلان مردمه چشم ساره فصل سمزدائیه وسط باز و حزب باده هر تفکری که داری با
هر دین و آیین کنارمون بیس سالها کنارت ایستادیم ما نره خشم هزار بی صداییم شورشی کمریشه انقلابی داریم عرب و آشوری ارمنی ترکمن مازنی سیستانی و بلوچ و تالش و تاتو آذری کرد و گیلک یور فارسی قشقایی ما اتحاد رودهاییم دریاییم ورزشکار و هنرمند دست فروش تا کاسب از محصل و معلم مهندس تا کارگر میکنیم کرگوش دیکتاتور و با ساز حق زن زندگی آزادی میجنگیم تا پای مرگ شونه به شونه پا به پا دیوار دفاعی باورم به هم بستگی مثل ایمان الهی مثل مسخ دین مثل مجنون بی باکس سینه چاکی میران تومه مطیع این بیگانه ها نیست میدون جنگه اثر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه میدون جنگه بیا که بخت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه میدون جنگه دارا و ندار اثر قوم و تبار مثل فشنگ قطار میدون جنگه تیغه شمشیر عشق شهامت و زین کن و جنس سپر وفا دستای گره تو دست هم جهان تو دست ما دانشجوی قهرمان تا خیابون و رپ فارس ایران و فروختن رفیق رفت خونت به باد وقت تصفیه است میذاریم جلوشون صورت حساب میدون جنگ خورشیدو گرفتن خواب خوش به شب نذاریم براشون نه تلاطمم موج دارم پشتبانم به ایرانه به میلیونه بده کاریم به این خونه آزادی رو آبادی رو بده کاریم و شادی رو واسه دیکتاتور و شغالاش و حامیاش بند و گرفتاری رو میدون جنگ امروز 10 آگوست هست ما اینجا در ونکوور آرت گالری جمع شدیم برای محکومیت احکام اعدامی که هفته گذشته داشتیم و با مصطفی صابر صحبتی داریم که صحبت ایشونو میشنویم بفرمایید من میخوام به خامنه‌ای به جمهوری اسلامی به همه این جنایتکارایی که اینجور دارن جوانای مردم رو میکشن زندان‌ها بگم امروز و فردا این ویکند این شنبه و یک شنبه در 25 شهر مختلف دنیا 14-12 کشور مختلف دنیا به فراخوان دانشجوها توی ایران و در همراهی با زنان زندانی در اوین و زندانیان توی زندانهای مختلف کشور در همراهی با اونا جمع شدیم تا این حربه اعدام رو از دست شما جنایتکارا در بیاریم و این کار رو میکنیم ونکوور هم یکی از این شهرها خواهر مجاهد به عنوان یک دختر ایرانی یک خواهر دادخواه از همه احزاب گروهی و هر کس با هر بابه و با هر اندیشه ی حزبی گروهی تقاضا دارم که صدای برادرم باشید دام رضای عزیزم خیلی ناراحتم و باورم نمیشه که رضای عزیز رو از دست داریم رضای عزیز در قلب همه ما زنده است و از اینجا خواستم این فاجعه غمبار رو به هموطنان عزیزم و همچنین خانواده رضای عزیز تسلیت بگم محمد عزیز و رضای عزیز رو در سکوت خبری اعدام کردم ازتون میخوام که متحد بشید و صدای بچه های زیر حکم باشید بلکه با اتحادمون مانع اجرای حکم عزیز دیگری بشید سکوت ما یعنی خیانت به بچه هایی که به خاطر ما جونشون رو فدا کردن برادر من هنوز هم حکمش توی اجرای احکام ایز است و هر لحظه امکان داری این حکم اجرا بشه یا حکم یکی دیگر از بچه ها اجرا بشه و مادر دیگری داغدار بشه مجاهد یک پسر غیرتی و شجاع و با شرفه نذاریم یکی یکی بهترین جوانامون به ازمون بگیرن لطفاً صدای مجاهد کورکور و دیگر زندانیان زیر حکم اعدام باشید با امید آزادی ایران بدرود